درود بر شما، با 180 ثانیه دوشنبه 11 دی ماه همراه ما باشید. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گزارشی با اشاره به تذکر حجاب در متروی تئاتر شهر نوشت فعالیت گروهی که تذکر به بی‌حجابی را از ایستگاه مترو تئاتر شهر آغاز کردند نه تنها متوقف نشده، بلکه مجریان این طرح معتقدند این راهکار اثرگذار بوده و میتواند گسترش یابد. وکیل توماج صالحی از محکومیت موکلش به 1 سال حبس و 2 سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش خبر داده و افزوده است که این محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام و در ارتباط با اطلاع رسانی این رپر زندانی درباره شکایت از ضابطین پرونده‌اش صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، اعتصاب بازاریان طلا در مشهد، تهران، تبریز، اصفهان، قم، همدان و سایر شهرهای کشور برای 9 روز متوالی ادامه دارد. همچنین جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته هایشان امروز دست به تجمع و راهپیمایی زدند. بازنشستگان از سالهای گذشته تا به امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردند. حق تو فریاد بزن، بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن، بازنشسته میبیند ذلت نمیپذیرم، باز خیانت میکند وزیر حمایت میکند، صاحبدار خیانت میکند وزیر حمایت میکند. ولادیمیر پوتین حمله موشکی اوکراین به منطقه مرزی بلگراد روسیه را جنایت علیه شهروندان خواند و گفت آن را بدون مجازات نخواهد گذاشت. پس از حملات موشکی و پهپادی شدید روسیه، اوکراین روز شنبه منطقه مرزی بلگراد را هدف حملات موشکی قرار داد که برابر گزارش‌ها 20 کشته بر جای گذاشت. پوتین گفت می‌خواهد جنگ در اوکراین هر چه سریع‌تر به پایان برسد، اما فقط در صورتی که تمام شرایط روسیه محقق شود. مارگرته دوم، ملکه 83 ساله دانمارک، اعلام کرد پس از 52 سال نشستن بر تخت در 2 هفته آینده از سلطنت کنارگیری خواهد کرد و پسر ارشدش فردریک جایگزین او خواهد شد. هیچ پادشاهی در دانمارک از سال 1523 میلادی به بعد از قدرت کنارگیری نکرده و رسانه‌های دانمارک این تصمیم او را رخدادی تاریخی توصیف کردند.